سلام چهارشنبه سی فروردین 91 18 اپریل 2012 میلادی در مورد 11 موضوع امروز صحبت میکنم موضوع اول اینکه آقای ابوالفضل قدیانی زندانی سیاسی شجاع در مرخصی قبل از برگشتن به زندان مصاحبه ای با سایت کلمه کرده که انصافا شجاعت و سراحت او ستودنی است او افضل الجهاد کلمتون حق اند سلطان جائر که از قول پیامبر اسلام نقل شده رو نصب العین خودش قرار داده و گفته که در انتقادش با آقای خامنه ای و نامه ای که قبلا نوشته بود این دستورالعمل رو نسب العین خودش قرار داده او نظام فعلی جمهوری اسلامی رو گفته نه جمهوری است نه اسلامی است و در واقع مدت هاست که چیزی به نام جمهوری اسلامی سقوط کرده و تعبیر جالبی هم داره از اینکه هر چیزی از نازکی میشکنه و استبداد از فربگی جعفر گنجی طراح و گرافیست از هواداران نهضت آزادی ایران که به پنج سال حبس محکوم شده بود راهی زندان شد جالبه در اتهامات او درس تاریخ دادن هم هست رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد در اعتراض به شش سال حبس که برای او بریدن دست به اعتصاب غذا زده به گفته همسرش به اعتصاب غذای خشک مبادرت کرده و از خوردن آب هم امتناع میکنه بهاره هدایت از رهبران جنبش دانشجویی کشور که به ده سال حبس محکوم شده جایزه هارالد ادلستام سوئد رو برد او که این جایزه که به نام دیپلمات و سفیر سوئدی نامگذاری شده که در فراری دادن مردم از دست رژیم نازی ها فعال بوده همینطور هم از دست کودتاچی های شیلی به خاطر شجاعت فوقلاده و تعهد فعالانه بهاره هدایت به عدالت و مقابله با نقض حقوق بشر در ایران به او اهدا شد از وضعیت مهندس حشمت الله تبرزدی زندانی سیاسی شجاع و با سابقه در رجای شهر خبر میرسه که با مشکل قلب و معده دست و پنجه نرم میکنه و وضعیت جسمی او نگران کنند است در اوربیه هم سه نفر به اسامی ایرج محمدی محمد امین آلوشی و آگوشی و احمد پولاد خانی به اتهام جاسوسی هر کدام به ده سال حبس با تبعید به زاهدان محکوم شده نکته دوم اینکه 800 کارگر صنایع فلزی جلوی وزارت صنایع دیروز اجتماع داشتند چند روز قبل این کارگرا در جلوی ریاست جمهوری اجتماع کرده بودند و خواستار 8 ماه حقوق و بیمه معوقه شون بودند برخی اصناف بازار شروع کردن به مطرح کردن اعتصاب از اول اردی بهشت به دلیل اعتراض به مالیات بر ارزش افزوده که مجددا سازمان مالیات ها برای امسال فرم رو فرستاده و با وضعیت کاسبی و تورم و گرفتاری ها کسب امکان پرداخت رو ندارن مرکز آمار هم آماری منتشر کرده که نشون میده تنها در زمستان سال 90 بیش از ده, و ده هزار شغل از دست رفته و به جمعیت بیکاران کشور اضافه شده. نکته سوم این که خانم کلینتون وزیر خارجه امریکا هم جواب آقای صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی رو داد و سراحتا گفت که بحث منتفی کردن و یا کوتاه آمدن از تحریم ها اصلا مطرح نیست ایران باید قدم عملی ورداره قبلا وزیر خارجه دانمارک رئیس ادواری اتحادیه اروپا هم هست همین حرف رو زده بود دلار در بازار آزاد دوباره سیر سعودی پیدا کرد و دیروز از 1800 تومان عبور کرد نکته چهارم که دانشجویان و دانش مختگان لیبرال دانشگاه های ایران خواستار تشکیل جپه از گروه ها و شخصیت های دموکراسی خواه برای سیانت از منافع ملت در برابر استبداد داخلی شدند این اعلامیه این دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال حاکمیت صندوق رای و برگزاری انتخابات آزاد رو جایگزین درست حکومت فعلی میدونه محمد نوریزاد کارگردان شجاع و آزاده هم در مصاحبه ای گفته که حکومت اگر راست میگه روی اصل ولایت فقیه یک رفراندوم برگزار بکنه البته خودش هم گفته که حکومت چون این کاری رو نخواهد کرد برگزاری رفراندوم روی اصل ولایت فقیه یا روی کل قانون اساسی نکته است که بارها کسانی مطرح کردن و حکومت مطمئنا به پای خودش تن به اون نخواهد داد و باید با فشار و مبارزات او رو وادار به این کار کرد نکته پنجم اینکه مصاحبه تلویزیونی آقای احمدی نژاد که دیشب قرار بود پخش بشه لغو شد قرار بود در این مصاحبه آقای احمدی نژاد دور دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها رو اعلام بکنه که مورد اعتراض نمایندگان مجلس بود و ظاهرا به دستور شخص آقای خامنه مصاحبه لغو شده 18 نفر از نمایندگان مجلس هم از احمدی نژاد به خاطر حرفایی که در مجلس زده و توهین و مطالب خلاف واقع در اون گفتند هست از او شکایت کردند. نکته ششم اینکه آقای مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته که ما پرونده های زیادی شبیه اختلاس سه هزار میلیاردی داریم آقای احمدی بیغش نماینده مجلس هم گفته برای مجلس عیبه که ده نفر از نمایندگان در پرونده اختلاس دست دارند و گفته این مجلس کجاش اصاره فضیلت از تنه آشکاری به حرف آقای خامنه‌ای داره و در این حیثوبش وزارت اطلاعات دوباره اعلام کرده که پانزده نفر جاسوس اسرائیل دستگیر کرده همه هم به جرائمشون اعتراف کردن. نکته هفتم این که در تونس کنفرانسی در بررسی تغییر نظام ها در بهار عربی برگزار شده و در اون خواستار آزادی زندانیان سیاسی در ایران به خصوص آقایان موسوی، کروبی و رهنورد شدن و خانم رهنورد شدن نکته هشتم خبر دردآوری است که بیانیه شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس اعلام اتحاد کرده با امارات متحده عربی در قضیه جعلی ادعای مالکیت و حاکمیت امارات بر سه جزیره ایرانی در خلیج فارس و در داورتر اینکه وزیر خارجه امارات متحده عربی شاخشونه کشیده و ایران رو تهدید کرده به اینکه به اقلانیت اگر برنگرده جور دیگه رفتار خواهند کرد و بعد به آقای خامنه‌ای و اعوان و انصار و جنرال های هارت و پورت کنش گفت که از حاکمیت ملی کشور چگونه میخوان دفاع بکنند وقتی که روز روشن امارات متحده عربی کشور کوچک حاشیه خلیج فارس اینطور درشتی میکنه نکته نهم اینکه امیر قطر در مصاحبه با روزنامه زمان چاپ امیر قطر ببخشید در مصاحبه همراه با نخست وزیر ایتالیا اعلام کرده که طرح کوفیانان سه درصد هم شانس پیروزی نداره جالبه که روزنامه کیهان خبر از کودتا در قطر داده و پیشا پیش امیر قطر رو روی کاغذ سرنگون کرده آقای تارقل هاشمی معاون رئیس جمهوری اراق هم در مصاحبه با روزنامه زمان در ترکیه اعلام کرده که ایران از طریق عراق سلاح به رژیم سوریه میرسونه شورای ملی سوریه هم این حرف رو تایید کرده البته آقای نوری المالکی نخست وزیر طرفدار ایران طرفدار جمهوری اسلامی ایران عراق این موضوع رو تکذیب کرده در 24 ساعت گذشته دست کم 55 نفر در سوریه کشته شدن و یکی از خبرهای دردآور مصاحبه است که بازمانده یک خانواده در ادلب کرده که 65 نفر از اعضای یک خانواده به دست رژیم بشار اسد کشته شده نکته دهم ده همین که سازمان عفو بین الملل زندانیان سیاسی در بحرین رو خواستار آزادیشون شده به خصوص 14 نفر از فعالین سرشناس حقوق بشر در این کشور. و نکته آخر اینکه سخنگوی سازمان زندان های اسرائیل خبر داده از اینکه 1200 نفر از زندانیان سیاسی فلسطینی دست به اعتصاب غذا زدن و 2300 نفر هم برای یک روز غذا نخوردن در همبستگی با اونها قرار است شمار اعتصاب غذا کنندگان به 1600 نفر برسه اعتراض زندانیان فلسطینی به وضعیت بد زندانه اندکی صبح سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید با امید پیروزی ایران و ایرانی